شماری از باشندگان ولسوالی بهارک تخار در حالی که تصاویر برخی از جانباختگان را با خود دارند، اینجا در مقابل دروازه مقام ولایت تخار گرده هم آمده ادعا دارند که نیروهای امنیتی هنگام عبور از مسیر این ولسوالی بالای مردم غریب به هیچ دلیل گلوله باری نموده که در نتیجه 6 تن کشته و زخمی شده است. و نیروی نظامی دولتی که در این عبور از سرک عمومی مورای کوکچه به طرف کوکچه می رفتن و بینید در درگیری طرفین با بالای ملت غریبکار و راه گذار حمله کرده و 3 تن از ملکی را شهید و 3 تن دیگر را زخمی نموده. خانواده های کشته شدگان حکومت محلی تخار را نسبت به این رویداد بی توجه دانسته و هشدار می دهند. در صورتی که عاملان گلوله باری بالای مردم غریبکار بهارک شناسایی و به کیفر نرسد، دست به تظاهرات گسترده خواهند زد. اگر والو صاحب از همین ملت اگر گوش میکنه، گوش کنه، اگر گوش نکنه، این 10-15 مسجد که اینا تظاهرات کرده، ما هم بسته ولسوالی خودم تظاهرات میکنیم، بندش میکنیم. در گذشته هم این حادثه رخ داده بود، اما کسی صداش بلند نکرده بود، چون که در اوج جنگ صورت گرفته بود. مردم میفهمید که در جنگ خوی نمی حادثه شهید میشه، زخمی میشه، خرابی میشه، صداش بلند نکرده بودن. امروز که اینا تلخ آوردن، میگن که ما کلگمون در مسیر سرک در کاروبار خود زندگی خود بودیم که ناگهانی میگه تانگ بالای مردم آتش گشودن. از سوی هم مسئولان محلی تخار میگن آنان به خاطر بررسی این موضوع هیئت را توظیف کرده اند و به زودی نتیجه کار آنان را با مردم شریک خواهند ساخت. حکومت محلی به اسرع وقت هیئت را توظیف کردن، هیئت برای فعلا در سوها است تا اینکه موضعیت کلا به گونه همه جانبه بررسی بکنن و صبح امروز والی صاحب ولایت با باشندگان ولسوالی بهارک از نزدیک دیدن و قناعتی از نام فراهم کرد. گفته می شود بهارک از جمله ولسوالی های ناامن تخار است که مخالفان دولت در آن حضور گسترده دارند و باشندگان این ولسوالی همواره از ناحیه درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان قربانی می دهند.